بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. شاهزاده رضا پهلوی از مشارکت نکردن بخش عظیمی از مردم ایران در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 14 تمجید کرد. شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. موساد با تایید دریافت پاسخ حماس به طرح آتش بس اعلام کرد دولت اسرائیل در حال بررسی این پاسخ است. به رغم افزایش فشارها بر جو بایدن برای کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری، وی اعلام کرده که به هیچ وجه قصد انصراف ندارد. برای نخستین بار یک زن به ریاست ستاد ارتش کانادا منصوب شد. طالبان به دنبال تبادل زندانی با آمریکاست. طوفان مرگبار بارل در جامائیکا 7 قربانی بر جای گذاشت و راهی مکزیک شد. و فیلم ایرانی اسرائیلی تاتامی برنده جایزه جشنواره مریخ شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 4 جولای 2024 میلادی روز استقلال آمریکا برابر است با 14 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدیویی با تمجید از مشارکت نکردن بخش عظیمی از مردم ایران در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 14 گفت که این نهی قاطع و آگاهانه شما به جمهوری اسلامی و مضحکه انتخاباتش به این رژیم اهریمنی و نامشروع ضربه مهلک وارد کرده و صفوف میهن پرستان و آزادی خواهان را متحد تر کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیامش به تقلای جمهوری اسلامی برای فریب مردم و کشاندنشان پای صندوق رای در دور دوم انتخابات اشاره کرد و گفت رژیم درمانده همه نیروها و ابزارهایش را به خدمت گرفته و با برپایی کارزاری مبتنی بر فریب و ترس تلاش می کند که مردم را به پای صندوقهای قلابی رای در دور دوم سیرک انتخابات خود بکشاند و از این طریق دست کم بخشی از شکست بزرگی را که متحمل شده جبران سازد. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از پیامش به جنایات متعددی که جمهوری اسلامی در طول دوران حکمرانیش مرتکب شده پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا بعد از 14 آزمون و خطا برای مردم ایران اساساً بد و بدتری هم وجود دارد؟ شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از پیام خود با اشاره به سابقه مسعود پزشکیان گفت فردی نامزد اصلاح طلبان و اعتدالی هاست که در کارنامه‌اش پاکسازی ها و اعمال غیرقانونی حجاب اجباری در بیمارستان ها و دانشگاه ها در همون هفته های اول بعد از بهمن شوم 57 را دارد و به آن افتخار هم می کند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین با اشاره به موارد مختلف از جمله رانت و فساد، بحران اقتصادی و افزایش جمعیت زیر خط فقر، فیلترینگ اینترنت و سرکوب تاکید کرد هدف هر دو جناح جمهوری اسلامی چپاول بیشتر منابع و ثروت مردم و برداشتن سهم بیشتر از سفره انقلاب است. در پایان این پیام، شاهزاده رضا پهلوی از کسانی که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، خواست تا به اکثریت مردم ایران بپیوندند که روز 8 تیر ماه امسال آگاهانه و شجاعانه به جمهوری اسلامی نگفتند و آن همبستگی ملی شکوهمند را به نمایش گذاشتند. همزمان با تاکید فعالان مدنی و سیاسی بر تحریم انتخابات حکومتی، جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با درخواست برای تحریم انتخابات غیر آزاد و گزینشی اعلام کردند که به عاملان بی‌حرمتی و سرکوب در دهه‌های مختلف رأی نخواهند داد. به گزارش کانال تلگرامی هفت‌تپه، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای تصریح کردند هر دولتی با هر اسمی آمده وضعیت را وخیم‌تر کرده است. همه این کاندیداها امتحان پس دادند و رفوزه شدند.
کارگران هفت تپه در بخش دیگری از این بیانیه با تشریح شرایط ناعادلانه کارگران و گسترش فقر فزاینده هشدار دادند که مسئول و مسبب این اوضاع دولت و کارفرمایان و سرمایه داران گردن کلفتی هستند که به 14% ها معروفند و 96% بقیه باید در خدمت اینان باشند. شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. به گفته که منابع آگاه، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار این حکم را به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام برای این زندانی سیاسی صادر کرده است. بر این اساس عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق اتهام عنوان شده است. کمپین دفاع از شریفه محمدی این تشکل کارگری را قانونی و حکم دادگاه علیه او را قرون وسطایی و جنایتکارانه توصیف کرده است. رعنا خواهر مجاهد کرکر زندانی سیاسی محکوم به اعدام در تهران بازداشت شد. از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری خانم کرکر اطلاعاتی منتشر نشده است. مجاهد کرکر از بازداشت شدگان ایزه و متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در این شهر در آبان ماه سال 1401 و در جریان اعتراضات سراسری است. دادگاه نیوشا بدیعی ثابت، نویسنده و روانشناس بهایی، و سوزان عید محمدزادگان، مربی بهایی، به همراه 6 صاحب مهد کودک در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر بابل برگزار شد. منابع مطلع گفتند که 6 صاحب مهد کودک روز چهارشنبه 13 تیر ماه به دلیل بکارگیری این دو شهروند بهایی به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند. در این جلسه که به عنوان به مدت 4 ساعت برگزار شده، اتهام این شهروندان تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ فرقه بهائیت و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور عنوان شد. اعضای فراکسیون اتحادیه دموکرات مسیحی، اتحادیه سوسیال مسیحی در مجلس آلمان خواهان تغییر کلی در سیاست برلین در قبال جمهوری اسلامی با هدف تضعیف و منزوی کردن تهران شده و از جمله پیشنهاد کردند که سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آلمان و اتحادیه اروپا قرار بگیرد. این گروه در موضع‌گیری تازه خود جمهوری اسلامی را دشمن صلح، آزادی و زنان توصیف کرده است. به گزارش رسانه‌های آلمان روز چهارشنبه 13 تیر ماه، فراکسیون این اتحادیه در مقاله‌ای که یک روز پیشتر به عنوان مواضع این گروه پارلمانی در بوندستاگ پارلمان آلمان منتشر شد، از دولت این کشور خواست که رویکرد خود در ارتباط با ایران را به طور اساسی متحول کند. این گروه پارلمانی حکومت حاکم بر ایران را دشمن آشکار آلمان در تمامی عرصه‌ها توصیف کرد و نوشت که زمان بازنگری دولت برلین در سیاست خود در قبال تهران فرا رسیده است. دیمیتری کالیبا وزیر خارجه اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که با یسرائیل کاتس، همتای اسرائیلی خود، درباره همکاری‌های دو جانبه و تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی ایران، روسیه و کره شمالی گفتگو کرده است. در همین حال، مقامات منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین گزارش دادند که حملات روسیه به این منطقه در روز چهارشنبه منجر به کشته شدن یک تن و زخمی شدن دست کم 14 تن دیگر شده است. به گفته دادستان‌های خارکیف، روسیه با بمب‌های هدایت شونده چند منظوره DC پایتخت منطقه را هدف قرار داد. این حملات باعث زخمی شدن دست کم 8 تن از جمله یک کودک 8 ساله شد و به منازل، ساختمان‌های مسکونی، اداره پست و یک مرکز خدمات تعمیر خودرو خسارتی وارد کرد. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه برای ساعات متمادی اهداف حزب الله در جنوب لبنان را بمباران کرد. حملات ارتش در پی شلیک راکت و رخنه ده‌ها پهپاد حزب الله به شمال اسرائیل در روز پنجشنبه رخ داد. رسانه‌های اسرائیل هشدارهای خطر ناشی از حملات راکتی و نفوذ پهپادها به مناطق مختلف شمال کشور را برای ساعات متمادی در طول برنامه‌های زنده پخش می‌کردند. به گزارش این رسانه‌ها دست کم 2 اسرائیلی در این حملات زخمی شدند.
در حالی که آتش سوزی ها به دنبال درگیری ها مناطق وسیعی از جنوب لبنان و شمال اسرائیل را فرا گرفته، حزب الله روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از 200 موشک و 20 پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده است. حزب الله با انتشار بیانیه اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به ترور محمد نعم ناصر در جنوب لبنان انجام شده است. او سومین فرمانده ارشد حزب الله است که در جنوب لبنان تا 9 ماه گذشته کشته شده است. من برنامه در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازار می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. در بیانیه‌ای که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از طرف موساد منتشر کرده، آمده است که میانجیگران مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها پاسخ حماس به طرح کلی این توافق را به تیم مذاکره کننده ارائه کردند. اسرائیل در حال بررسی آن است و به میانجیگران پاسخ خواهد داد. بیانیه موساد به جزئیات بیشتری در این رابطه اشاره نکرده است. در همین حال گروه شبه نظامی حماس هم در بیانیه اعلام کرد که اسماعیل هنیه رهبر این گروه با میانجیگران در قطر و مصر درباره پیشنهادات حماس برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ غزه گفتگو کرده است. در این بیانیه همچنین خاطر نشان شده که مذاکراتی هم با مقامات ترکیه درباره تحولات اخیر جنگ غزه صورت گرفته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 3 جولای در گفتگویی با کارمندان ستاد انتخاباتیش، نمایندگان و فرمانداران دموکرات تاکید کرد که از رقابت کنار نخواهد کشید و تا آخر باقی خواهد ماند. طبق این گزارش بایدن روز چهارشنبه به صورت مجازی و حضوری با 24 فرماندار و همچنین شهردار واشنگتن دی سی دیدار کرد تا به آنها اطمینان بدهد که به رغم عملکرد ضعیف و متزلزلش در مناظره با دونالد ترامپ همچنان پرچمدار حزب دموکرات باقی خواهد ماند. به نوشته رویترز، بعد از این جلسه تنها فرمانداران 3 ایالت نیویورک، مینسوتا و مریلند با خبرنگاران دیدار و بر همراهی خود با بایدن تاکید کردند. تیم بالز، فرماندار مینسوتا و رئیس انجمن فرمانداران دموکرات، اذعان داشت که عملکرد بایدن در مناظره با ترامپ بد بود، اما با این حال او احساس می‌کند که بایدن برای ابقا در سمت ریاست جمهوری فردی مناسب به شمار می‌رود. نگرانی‌ها در مورد استن و حواس بایدن بعد از این مناظره که برخی آن را فاجعه بار خوانده‌اند به شدت افزایش یافته است.
از ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ رأی‌گیری در انتخابات سراسری بریتانیا آغاز شده است. حدود 40,000 شعبه اخذ رأی در 650 حوزه انتخابیه در سراسر انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی باز شده و رأی‌گیری را آغاز کردند. اگر حزبی در 326 حوزه انتخابیه که کمی بیش از نیمی از تعداد کرسی‌های مجلس عوام است برنده شود، اکثریت را به دست خواهد آورد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه 3 جولای جنرال جنی کاریگنان را به عنوان رئیس ستاد ارتش این کشور منصوب کرد. ترودو به هنگام اعلام این خبر گفت که اطمینان دارد که کانادا با انتصاب کاریگنان در این سمت امن‌تر و قوی‌تر و آماده مقابله با چالش‌های امنیتی جهان خواهد شد. این برای نخستین بار است که در کانادا یک زن ریاست ستاد ارتش این کشور را بر عهده می‌گیرد. ژنرال کاریگنان 18 جولای طی مراسمی رسمی جانشین ژنرال بین آیر می‌شود که بازنشسته شده است. نخست وزیر کانادا به هنگام معرفی کاریگنان به عنوان رئیس جدید ستاد ارتش رهبری فوق‌العاده و ببخشید رهبری فوق‌العاده و تعهد او به نیروهای مسلح را ستایش کرد. در پی گزارش صدها مورد اتهام سوء رفتار جنسی در ارتش از جمله از سوی فرماندهان رد بالا، کاریگنان در طول 3 سال گذشته مسئول مبارزه با آزار و تبعیض جنسیتی و بدرفتاری در نیروهای مسلح بود. او در طول 35 سال خدمت به ارتش کانادا همچنین فرماندهی نیروهای نظامی در افغانستان، بوسنی و هرزگوین، عراق و سوریه را بر عهده داشت و در فاصله سالهای 2019 تا 2020 ماموریت آموزشی ناتو در عراق را رهبری کرد. مرکز فرماندهی ارتش آمریکا روز چهارشنبه 13 تیر اعلام کرد که نیروهای این کشور طی 24 ساعت گذشته 2 پایگاه راداری در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن و 2 قایق بدون سرنشین را در دریای سرخ منهدم کرده است. شبه نظامیان حوثی از قایق‌های بدون سرنشین بمب‌گذاری شده در دریای سرخ برای حمله به کشتی‌های تجاری استفاده می‌کنند. این حملات که از نوامبر سال گذشته آغاز شد به ادعای حوثی‌ها در همبستگی با مردم فلسطین در غزه انجام می‌شود. تاکنون این گروه دست کم 70 حمله انجام داده که در نتیجه آن 2 کشتی غرق، 1 کشتی دیگر توقیف و حداقل 3 ملوان کشته شدند. اندکی پیش از پایان مهلت اتحادیه اروپا برای 1 راه حل از طریق مذاکره، قدرت‌سازان چینی باید خود را برای عوارض تنبیهی جدید گمرکی بر صادرات خودروهای برقی ساخت چین آماده کنند. انتظار می‌رود که اتحادیه اروپا تصمیم ماه جون خود را تایید کند. بر اساس این تصمیم، در صورتی که در مهلت مقرر راه حلی از طریق مذاکرات حاصل نشود، تولیدکنندگان چینی باید 37.6% عوارض گمرک موقت اضافی بپردازند. پکن و کمیسیون اتحادیه اروپا آخرین بار در حال مذاکره در مورد تعرفه‌های گمرکی بودند که بروکسل می‌خواهد با آن از رقبای داخلی در برابر سیل وسایل نقلیه یارانه‌ای چینی محافظت کند، زیرا این خودروهای برقی با سوبسیدهای دولت چین تولید می‌شوند تا قیمت را پایین نگه دارند. دولت چین اتهام یارانه رسانی به خودروسازان را رد می کند و تهدید به اتخاذ اقدامات گسترده متقابل کرده است. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com
وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک سوکال میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، عقص اجازه افک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در ازای افغانستانی هایی که در ایالات متحده در زندان به سر میبرند، آماده آزادی دو زندانی آمریکایی در این کشور است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایتخت این کشور اعلام کرد که ایده تبادل زندانیان بعد از دیدار با مقامات آمریکایی در قطر مطرح شده است. ذبیح الله مجاهد با اشاره به اینکه در تبادل زندانیان باید شرایط افغانستان مد نظر قرار بگیرد گفت: شهروندان ما در آمریکا و گوانتانامو زندانی هستند و ما زندانیان خود را در ازای زندانیان آنها آزاد می‌کنیم. روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد که توماس وست و رینا امیری، فرستاده‌های ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار کردند. طوفان مهیب و مرگبار بریل شامگاه چهارشنبه سوم جولای بعد از درنوردیدن سواحل جنوبی جامائیکا به سمت مکزیک به حرکت درآمده و انتظار می‌رود که بادهای ویرانگر و امواج پرقدرت دریا خرابی‌هایی را هم در این کشور به بار بیاورند. این طوفان که سطح آن به رده 4 رسیده، ویرانی‌های زیادی را در مسیر خود در سراسر کارائیب به جا گذاشته و موجب مرگ دست کم 7 تن شده است.
مرکز ملی طوفان ایالات متحده اعلام کرده که بریل اواخر چهارشنبه از جامائیکا دور شد و احتمال می‌رود که در ساعات نیمه شب از جنوب جزایر کیمن عبور کند و سپس راهی شبه جزیره یوکاتان در مکزیک شود. شدت این طوفان از زمان آغاز آن در اوایل جون تا به امروز رو به افزایش بوده است. به گفته یک مرکز سرعت بریل 215 کیلومتر بر ساعت و در برخی مواقع 270 کیلومتر بر ساعت اندازه گیری شده است. فیلم جنایی سیاسی تاتامی ساخته ی دو کارگردان ایرانی و اسرائیلی جایزه فرست گرلیش جشنواره فیلم مونیخ را دریافت کرد. زهر امیر ابراهیمی ایرانی تبعیدی و کارگردان همکارش گای نتیب اسرائیلی داستان یک جودوکار ایرانی به نام لیلا را روایت می کنند که قرار است در مسابقات جهانی به مسابقه رقیبی از اسرائیل برود. رژیم تهران از او می خواهد که مسابقه را لغو کند، اما لیلا برنامه های دیگری دارد. هیئت داوران شامگاه چهارشنبه 3 جولای در مراسم اعطای جوایز گفت که این فیلم درباره اثبات استواری فردی، مبارزه برای آزادی شخصی و مقاومت در برابر خشونت و دروغ و همچنین در مورد قربانیان مرتبط با آن است. این جایزه به ارزش 10,000 یورو از سوی گروه تلوکس با همکاری اسقف‌نشین مونیخ و فریزینگ حمایت می شود. این جایزه یادآور روزنامه‌نگار آلمانی فرست گرلیش است که در 3 جون سال 1934 در اردوگاه کار اجباری داخاو به دلیل انتقاد شدیدش از رژیم نازی‌ها اعدام شد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه‌نگاری شرافی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.